به نام خدا، علیرضا بابنپور هستم از کشور ایران. امیدوارم که حالتان خوب باشد و از خودتان در مقابل بیماری کرونا مراقبت کنید. امروز خدمت شما رسیدم با یکی از طرح‌های خودم که در ارتباط با تم روز جهانی چوب 2021 طراحی کردم. طرحی که بیانگر ارتباط ما با چوب و کربن دی اکسید و نقش پررنگ طبیعت در زندگی ما انسان‌ها را نشان میده، که امیدوارم با یک اجرای خوب من بتانم این طرح را به شما نشان بدم. در خدمتتان هستم با طرحی که کشیدم، یک کره زمینه که با آلودگی‌هایی که در اطراف کره زمین ما هست و این ماست نشان دهنده گرفتن اکسیژن از تک درختی است که به ما زندگی و به ما یاد میده که باید مراقب محیط زیست زندگیمان و اطراف زندگیمان باشیم. حالا من طرح برای شما روی کار میچسبونم که روش چسباندن طرح روی چوب را آماده ساده باشیم. چوبی که انتخاب کردیم چوب گلابی است. چوب گلابی است که به ابعاد 15x21 است. الان طرح ما روی چوب میچسبونیم. میتونیم از چسب مایع استفاده کنیم و چسب چوب. الان در این زمینه من از چسب مایع استفاده میکنم برای چسباندن چوب. توضیحاتی در رابطه با چوب گلابی بدم. چوب گلابی چوب خوشتراش و مناسب برای منبت و پیکر تراشی که معمولا در تمام دنیا از این چوب برای این هنر استفاده میشه. چسب کاملا به تمام چوب میزنیم و اضافه هاشو میگیریم که باعث خباب نشه زیر کار. تر مورد نظرمون روی چوب میچسبانیم و با یک کاغذی به حالت اتووار که کاملا چسب زیر کاغذ خودش رو بگیر. خب دوستان، تا زمانی که چسب خودش رو بگیره و روی چوب آماده اجرا بشه، من یه سری از وسایلی که مورد نیاز این برنامه ما هست به شما معرفی میکنم. یک چکش، تعدادی مغار تخت و یک دستگاه فرزانگشتی برای قسمت‌های ظریف کار ازش استفاده می‌کنیم و یه تعدادم از قلم‌های دستسازی که خودم ساختم و برای قسمت‌های مختلف اجرامون ازش استفاده می‌کنیم. خب حالا بریم سراغ طرحمون که ببینیم خوش شده که اجرامون رو انجام بدیم. خب دوستان، طرحمون آماده است برای جداسازی تر از زمینه. از یه میخی استفاده میکنیم که برای خط زنی من ازش استفاده میکنم. این میخ باعث میشه که زمینه رو ما جدا بکنیم از تر، زمینه رو پایین میبریم که کار هشت سازی ما شروع بشه. شروع میکنیم به خط زنی تر. مهم هشت سازیه که ما میتونیم با درست کار کردن و درست خط زنی کردن یک طرح بسیار زیبا با دیواره بسیار سالم اجرا بکنیم که در حین هشت سازی دچار مشکلات تخریبی کار نشیم. Thank you.
مرحله هشت سازی ما تقریبا تمام شده، الان دیگه باید مراحل رنگ‌آمیزی کار رو انجام بدیم. خب دوستان عزیز، با روغن زیتون مالشی که همون روغنیه که فاسد شده، روغن خوراکی زیتونه، چسبندگی نداره، برای چوب ازش استفاده بکنیم که بسیار برای کار جذاب و زیبا میکنه. از روغنی که استفاده بکنیم روغن زیتونه. بعد از اینی که روغن زدیم، در یک مرحله کار رنگش هم انجام میدیم. یه مرحله روغن به کار میزنیم، بعد از مرکب که از پوست گردو گرفته شده، کاملا طبیعیه و برگشت به طبیعت هم داره، برای رنگ‌آمیزی کار استفاده کنیم. مرکب گرفته شده از پوست گردو، رنگ طبیعیه و کاملا برگشت به طبیعت. از اینم برای حجم دادن کره زمینمون ازش استفاده دوستان. کار ما دیگه پایانش تمام شده دیگه. قسمت کاری که میبینین، کار هشت سازی که با درخت انجام دادیم و روی کره زمین و نقشه آسیا، آمریکا و اروپا کاملا روی کره ما، کره زمین ما هشت سازی شده ماسکمان. و نتیجه گیری کار اینه که ما همیشه به محیط زیست و درخت نیازمندیم و باید در حفظ سلامت و پایداری این محیط زیست پیرامون زندگیمون همیشه کوشا باشیم و حساس باشیم. در پایان از بنیاد روز جانش رو تشکر میکنم که این فرصت در اختیار بنده گذاشت که من این همچی اجرایی برای شما دوستان و عزیزان داشته باشم. خدا نگهدارشون.